دوستان خوبم سلام، من شهاب صادقی هستم و به کانال خودتون خیلی خوش اومدین. در ادامه بررسی کنسرت های محسن نامجو که ترنج و زلف و رفتیم، گفتین آقا ترنج و زلف طرف ای ساربان یه طرف، میریم با هم دیگه ای ساربان رو مفصل بررسی کنیم. یه نکته مهم اینکه برای من دیدین دو ویدئویی که با هم بررسی کردیم بسیار سوال بود که چی شد محسن؟ چی شد؟ مگه من خاطرم از 10 سال پیش خیلی ایشون مطرح و معروف شده بود و خیلی یهو گل کرد، یهو خیلی افتاد پایین و یک انگ نیمه تعرض طور بهش نسبت داده شد و این انگ، صرفا این انگ باعث شد که یهو خیلی ایشون از اون شهرت و معروفیت و محبوبیت و اینها بیفته و اوضاع خیتیلغارد شه، که حالا در آینده با همدیگه این موضوع رو بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم. ولی خواستم به شما بگم اگر میدونین یا نمیدونین، که البته شما بعضا بر من مسج گذاشتین، این موضوع بوده که گویا ایشون رو بسیار تخریب کرده، که البته حالا من که نه میدونم این داستان های صحت داره یا خیر. ولی بچه ها اصلا این موضوع انگ جنسی زدن به یه مرد، این توی تمام سلبریتی ها خیلی رایج هست. یکی که بخوان خراب کنن بهترین کار چیه؟ الان شما میخوای شهاب صادقی رو خراب کنی، بگی منو کشت، منو خورد، ولی منو کرد. مثلا 2 سوت میچرخه و مردم 3 سوت این اخبار رو میچرخونن و 2 سوت یه رو یک شبه خراب میشه، فارغ از اینکه این داستان صحت داره نداره، اصلا دادگاهی تشکیل شده نشده چی شده، فقط چسبوندن این انگ و عنوان این که آقا شهاب صادقی یا رو فلان کافیه که یک شبه طرف بیفته. به هر حال که میریم ای ساربان مفصل با هم بررسی. بریم. ارکستراسیون این کار رو خیلی پسندیدم، صدا برداری این کار رو از ارکستراسیونش بیشتر پسندیدم. شما جزئیات تمام اینسترومنت 40 نفرن چقدرن با کور و فلان همه رو میشنوی. چقدر خوش بوده. چیه دیم دررم دوب دررم دوب دررم دوب دررم دوب دررم دوب دررم. ببینیم گام کار چیه. سی مینور، بسیار ملودی اینترو که اونا همه پاساژهای ریزکار و زمینه کار بودن. دین بلبلم دوب درم دوم بلبلم دوب در. حالا ملودی اصلی با ذهی اومد. خیلی ملودی دلنشین به لحاظ سادگی. چیه؟ من یه خط ملودی دانی نانی نانا اینا یه فاصله میدم عقب. دانی نانی نانا دانی نانی نانا. خیلی این کار رو پسنده، خیلی نرم و لطیفه. حالا نمیدونم این کنسرت مال قبل از اون موضوع پاپوشو انگ و فلان یا بعدشه، اینو نمیدونم، ولی آدم میریزه به هم. بچه‌ها من خفن زخم خورده بارها برای شما گفتم، من خفن زخم خورده این انگ و فلانم. حتی برای من همین موضوع تجاوز رو درست کرده بودن، خیلی زود خبرش رسید. من البته دادگاهی کردم این موضوع رو، من کسایی که برام پاپوش درست کرده بودن که از همون سردمداران و فلان متال ایران بودن و دادگاهی کردن و محکوم به زندان شدن، چون اصلا آبرو حیثیت آدمو کما اینکه بردن ها، آبروی برده شده رو شما دادگاهی که میدونید تو ایران هم پرسه دادگاهی 2-3 سال طول میشه، 2-3 سال بعد دیگه تو دادگاه من الان برم مردم بگم اون انگایی که من چسبونده بودم، بیاین نتیجه دادگاه بعد 3 سال، آبرویی که بالاخره ریخته شد. ولی تو همون اثنا برای من یه داستان
پاپوش تجاوزم درست کرده بودم که من تو نطفه اون تیم ترتیب دهنده این قضیه یکیشون نگو دوست مشترک در مورد سری هم به گوش من رسید. من تو همون دادسرا به اون خانوم گفتم که من حتی از این موضوع خبر دارم، اونو دیگه اینجا توی دادگاه در واقع دادسرا نمیارم، اونو میبرم اطلاعات بیاد دنبال شما، دیگه تجاوز دیگه شوخی نداره که. خیلی ناراحت شدم. کنترباس واه چه بیسه یکی مونده باخره، قبل سرمیزان چه زیبا بود، گوش کن چقدر خوشمود. کجاش؟ این میگه ای احتمالا ای رارارم ای رارارم ای رارارم ای رارارم ای رارارم ای رارارم ببین شما ای نارم دم 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 ای نارم ای نارم ابر سوز نبود. چی هستن؟ بله رو فادیز، وقتی من روی سی مینور هستم سی ره فادیز درجه پنجمیه رو برمیدارم، یعنی سومین نوت تشکیل دهنده آکورد فادیز. پس شد اینجا که میره فادیز های تکیل رو فادیز درارینم درارینم دم درارینم نارینم می می درجه چار رو ما کرد، یعنی میشمورم اتصاله درجه یکم آکورد به درجه چهارم آکورد در گام مینور غمگین ترین سیکل آکورده، میشمارم از سی سی دو ره می مینور. پس شد فقط آخری ذره خوشمود کرد. که سول شد ها؟ صدای هنجره بالای باحالی هم داره. چرا چی دوست داشتن خیلی با؟ اولا که ما تو ویدیوی قبلی که من اینجوری صدای قنچقنش در نمیارم، شما گفتین آقا داری مسخره چیه؟ بچه اینا صدا سازیه. اونجایی که حالا یادم نیست چه کلماتی رو میخون، من گفتم قنش قنش یه صداهایی در می آورد، اینا سوپر صدا سازیه، کار سختیه. این ای ساربان گوش کن، ای ساربان ای ساربان در آوردن این صدا کار آسونی نیست، صدا سازیه. Oh,
به شما بگم این داستان الان مثلا این خیلی الان مرسوم شده یک دو سه سال فمینیستی و زن ستیزی و فلان و اینها، الان یک کوچولو یه چیزی در بیاد بر علیهش بگن این یارو زن ستیزه دو سوت میچرخه، این یارو نمیدونم فلانه 20 سوت چه یعنی اون دو سوت، خیلی سریع طرف پودر کامل میشه. و این داستانا رو نه فقط برای مثلا ایشون و اوشون و فلانا، یعنی شما برای رونالدو، مسی، نمیدونم اون رئیس جمهور آمریکا کی بود این دور رای نه ورد فلان، بیل کلینتون، یعنی هر کیو بخوان الان تخریب کنن دو سوت، یه زن ستیز طرف نمیدونم تجاوز به زن، تعرض به زن، خلاصه یه بغلی زنی رد شده، یه پیشتی هوشتی چیزی کرده، حالا من با ایشون کاری ندارم، کلی دو سوت طرف خراب میشه فاره، یعنی دو سوت میچرخه در دنیا. چقدر زیبا که داشت هی داره میاد پایین دیگه، نه هی داره داون میشه، اینسترومنت ها زیرتر میکردن، خیلی تنظیم این کارو بیسایی بریم کنسرتشو، نمیذاره این دور بر استانبول فلان، خیلی با کیفیته این دو آکوردو گوش کن، ببین همش شما کلی اونجا این بابا خیلی خفنه، چه جهت ببین تمام اینسترومنت ها ضرب اصلی ها اینکه عمده ضربا بر پایینن، ولی یهو یه چیز خارج از این ریتم الان زهیا و بادیا با هم زدن، گوش کن شور میدن، یه اون فورت پیانو نرم لطیف، یه اون پیانو سنگین، چه خوانندگی خال به خاله، خال به خال، چقدر تیون لگاتو میزنه ها، دوباره اون ملودی نرمه که توسط بادیا داره فلوت و کلارینت داره نواخته میشه، اون زیر از ویولا ها بشنوید
آقای پرکاشنیسته. تو اکنون زشم گریزانی، غمم راز چشمم نمیخوانی، از این غم چه حالم نمیدانی. پاس بزنه، چه تنظیمی کردن، چه ساختاری، چه فراز و فرودی داره، شما رو چه جوری نگه میداره. اینجا که کورم اومد فاصله خون چه حجمی دادن، ابرسیخ کن شد. اینجا پایین دارن میخونن، با اون بیس کار دارن حجم رایز میخونن. دوباره ببینید دوباره میخونه، تموم شد. ببین خودشون چه حالی کردن، وا ببین خودشون چه حالی کردن، کورو ببین. قیافه خودشونو ببین چه حالی کردن. داداش دمت گرم. آقای افشین خان بود دیگه، آره، کاری از افشین خائف، اون آقای مستر اصلی. عجب کاری بود، خیلی بمب بود، خیلی حال داد، خیلی حال داد. امیدوارم لذت برده باشین، مواظب خودتون باشین و خدا نگهدار. دوستتون دارم شدید به مدت مجید. خداحافظ.